چین هفتمین نمایشگاه بزرگ بین المللی صادرات و واردات را به هدف تقویت بیشتر روابط بازرگانی در ولایت کیونمینگ در جنوب غربی این کشور با اشتراک بازرگانان کشورهای آسیای جنوبی به شمول افغانستان برگزار کرد. معاون سیاسی ریاست الوزراء که در مراسم گشایش این نمایشگاه به گونه آنلاین سخنرانی کرد میگوید که امارات اسلامی سیاست اقتصاد محور دارد. د افغانستان او چین ترمنز اقتصادی او سوداګریزي اړیکې په خکه چکه دي او دواړو خواوې د شته اړیکو د لا پیاوړي کولو لیوالتیا لري. دوه کاله مخکې د اګست په 15مه نیټه چې کله افغانستان کې سیاسي بدلون راغی، چین له لومړنیو هیوادونو څخه و چې موږ وتوانېدو د جلغوزیو صادرات ورته بیرته پیل کړو. معاون سیاسی ریاست الوزراء همچنین می افزاید که امارات اسلامی در کنار طرح کمربند و جاده چین به همکاری همه جانبه در همه زمینه ها میان دو طرف باور دارد و آماده است تا برای سرمایه گذاران خارجی تسهیلات را در کشور فراهم کند. دغه ډول نندرتونونو جوړول کولی شي د سیمې هیوادونه له یو بل سره نږدې کړي او لشته سوداګریزو فرصتونو ګټه پورته کړي. د ولس د هوساینې او اقتصادي هوساینې لپاره حکومتونه اړ دي چې له یو بل سره همکاری وکړي. همزمان با این اتاق تجارت و سرمایه گذاری می گوید که در این نمایشگاه 50 بازرگان افغان محصولات داخلی کشور را در 50 غرفه به نمایش گذاشتند. در بخش نمایشگاه ریاضی تقریبا 50 تن از تجار افغانی در اونجا غرفه گرفته به خاطر نمایش گذاری محصولات و تولیدات افغانستان که اونجای تولیدات به نمایش میگذارن. چین از کشورهایی به شمار می رود که پس از روی کار آمدن دوباره امارات اسلامی در افغانستان سفارتش را در کابل باز نگه داشته است و همچنان برخی قراردادهای بازرگانی از جمله استخراج نفت حوزه امودریا را نیز با حکومت سرپرست امضا کرده است.